این هفته دزدی ماشین در سه سوت، ورزش خطرناک و آخر دنیا که البته به ما ربطی نداره. از ما گرونترین چیزی که داریم خودروی شخصیمونه و این موضوع که چطور دلمون میاد گرونترین داراییمون رو بذاریم بیرون خونه و بریم معلوم نیست. البته معلومه، احتمالاً برای اینکه فکر میکنیم دزدگیر داره و همه چیز امنه، اما واقعیت اینه که این روزها خودروهایی که دزدگیر دارن رو هم اینجوری میبرن. این روش روی خودروهای جدید که درشون بدون کلید باز میشه جواب میده. دزدا با یک جعبه میان زیر پنجره خونه. کار جعبه اینه که سیگنال ضعیف سویچ ماشین رو که توی خونه است بگیره و تقویت کنه. در نتیجه خودرو فکر میکنه سویچ نزدیکشه و قفل رو باز میکنه و برو که رفتی. برای همین بعضی از صاحبان خودرو میرن سراغ دزدگیرای اضافی که جلوی اینجور دزدیا رو بگیرن. دزدگیرایی که ویژه این خودروها ساخته شدن و بعضیاشون اپلیکیشن هم دارن و خب چی از این بهتر؟ مگر اینکه بله خود این سامانه هم هک بشن. چیزی که الان میخوام بهتون نشون بدیم شاید حال یه تعدادتون رو بد کنه، ولی خب باید نشون بدیم دیگه. دوست داشتی میگفتیم این صحنه ساختگیه و در واقعیت غیر ممکن، ولی متاسفانه ممکنه. هکرها این رنج روور مشکی رو انتخاب کردن و دنبالش راه افتادن. منتظر فرصت مناسبن تا وارد عمل شن. راننده بیچاره روحش هم خبر نداره چه بلایی قرار سرش بیاد. اول دزدگیر ماشینش به صدا در میاد و بعد کنترل قفل درهای ماشین کلن میفته دست هکرها. راه تازه‌ای برای دزدی ماشین‌های لوکس. Well, we've actually set this up to show. این صحنه رو بازسازی کردیم تا ایرادی رو که محققان امنیتی پیدا کردن نشونتون بدیم. صاحب ماشین حتی نمیتونه ماشین رو روشن کنه. فقط هکرها میتونن. و این یکی از چندین روشیه که هکر میتونه از دزدگیرهای دوتا از بزرگترین برندهای امنیت ماشین علیه صاحب ماشین استفاده کنه. سوال اینه که چجوری؟ اومدیم آزمایشگاه گروهی که این ایراد رو پیدا کردند که جواب رو بفهمیم. به دو شرکتی که این دزدگیر رو فروختند یک هفته فرصت دادند ایراد رو رفع کنند. اول ببینیم کجای کار ایراد داشته که اینجوری شده. آزمایش با یک فولکس واگن و یه رنج روور انجام شده، ولی ایراد هیچ ربطی به سازنده ماشین نداره. مشکل از سازنده دزدگیر هاست که میلیون ها نفر محصولاتشون رو خریدن تا خیالشون آسوده باشه. شرکت کلیفورد در بریتانیا که در آمریکا به اسم وایپر شناخته میشه، یکی از شناخته شده ترین نام های این صنعت و ادعا میکنه جلوی سرقت ماشین رو میگیره. شرکت روسیه پاندورا هم همین ادعا رو داره، ولی از امتحان سربلند بیرون نیومده. در حال حاضر نه وایپر و نه پاندورا رو به مشتری‌ها توصیه نمی‌کنم. پاندورا مدعی بود که سیستمش هک شدنی نیست، ولی الان من هیچ کدوم رو توصیه نمی‌کنم. مهمترین دلیلی که مردم دزدگیرهای اضافی مثل وایپر و پاندورا روی ماشینشون میذارن اینه که جلوی سرقت با روش تقویت سیگنال رو که ویدیوش رو دیدیم بگیرن. دو نفر با یه جعبه جادو میان پشت دیوار خونتون و ماشینتون رو برمیدارن میبرن. بنابراین مقابله با این ماجرا اولین دلیله. یعنی مردم ایمنی بیشتر میخوان. دلیل دومی که مردم این دزدگیرها رو میخرن امکان روشن کردن ماشین از دوره. برای اینکه تو زمستون قبل از اینکه سوار ماشین بشن ماشین رو گرم کنن یا یخ شیشه رو آب کنن، یا اگه هوا خیلی گرم باشه کولر رو بزنن بعد سوار بشن. مشکل اینجاست که بعضی از این گزینه‌های دلپذیر نقطه ضعف سیستم ایمنی هم هست و از همین طریق هکرها کنترل ماشین رو به دست می‌گیرن.
ایرادی که ما پیدا کردیم در واقع در سرور دزگیره. یعنی من به جای اینکه فقط اطلاعات مربوط به ماشین خودم رو ببینم، میتونم اطلاعات هر ماشینی که این سیستم روش سواره رو ببینم. وقتی میگم اطلاعات، یعنی اسم و مشخصات صاحب ماشین، اینکه ماشین در این لحظه کجاست، مدلش چیه. ضمن اینکه میتونم از راه دور خاموش روشنش کنم یا دزگیرش رو راه بندازم. یعنی کافیه توی سیستم بگردم یه لامبورگینی یا پورش تمیز پیدا کنم، بعد نگاه کنم ببینم کجاست، نزدیکه یا نه، یا پاشم برم هر جا که هست و اگه کسی اون اطراف نبود ماشین رو روشن کنم و بزنم به چاک. اما این آدم ها با این قدرت عجیب و غریب کیان؟ کریس از مهندس های شرکت پنتست پارتنرز و پنتست پارتنرز یکی از شرکت هایی که تولید کننده های سیستم های ایمنی بهشون پول میدن تا ایراد های سیستمشون رو پیدا کنن. پنتست به جز شرکت هایی که به دنبال نقطه ضعف سیستمشونند با چندین تولید کننده ماشین هم قرارداد داره و چون این آدم ها خوره این کارند، اگه وقت اضافه داشته باشند سیستم های دیگر رو هم آزمایش میکنن. بنجلیز در حالت عادی از یونان کار میکنه، ولی برای برنامه ما اومده اینجا که نشون بده دزگیر پاندورا رو چجوری میشه هک کرد. پاندورا همراه دزگیری حساب کاربری هم به مشتری میده. ما توی اون سیستم ایرادی پیدا کردیم که میشه همه کاربرها رو دید و ایمیلشون رو عوض کرد. وقتی ایمیل رو عوض کردی میگی پسورد یادم نیست. لینک بازیابی پسورد رو میفرستن به ایمیلی که عوض کردیم و کنترل میفته دست ما. یعنی همین که پسورد کاربر رو عوض کنین کافیه؟ بله، باید به جای ایمیل اون شخص ایمیل خودم رو بدم. و سیستم اجازه این کار رو میده؟ ظاهراً بله. میشه نشونم بدی؟ بله. من یه برنامه نوشتم که کل این کار رو خودکار انجام میده. الان از اسم کاربری خودم استفاده میکنم، ولی این میتونه اسم کاربری هر کسی که پاندورا داره باشه. آها، یعنی این اسم کاربری خودته. برای اینکه میخوای ضمن اینکه ایراد رو نشون میدی کار خلافم نکرده باشی. بله. الان منتظر ایمیلم که پسورد جدید رو برام بفرسته، منتها به ایمیل جدیدی که بهش دادم. و این کار رو با هر کس که پاندورا داره میتونی بکنی؟ بله. میتونی پسوردشون رو عوض کنی، بری توی حسابشون و سیستم ایمیلشون رو کنترل کنی. بله. الان فقط منتظر ایمیل از پاندورایی. بله. از اون ایمیل های خودکار که وقتی پسوردت یادت میره میفرستن قاعدتا باید رسیده باشه تا حالا. و رسید. بله. یعنی پسورد جدید رو گرفتی. بله، با این پسورد وارد سیستم شدم و میتونم ماشین خودم رو کنترل کنم، چون حساب کاربری خودم رو هک کردم، وگرنه با هر ماشین دیگه‌ای هم میشد. Now it's worth emphasizing that these are just normal manual cars. نکته‌ای که نباید از یاد بره اینه که این ماشین‌ها ماشین‌های معمولی‌اند، خودران نیستند. صرفاً سیستم ایمنی اضافی دارند. ما فکر می‌کنیم روی هم در کل دنیا حدود 3 میلیون ماشین این نقص ایمنی رو دارند. و تا جایی که ما می‌دونیم هنوز کسی از این نقطه ضعف برای سرقت استفاده نکرده. ولی همین که چون این چیزی ممکنه، قطعاً خون خیلی از مدیران غول‌های این صنعت رو به جوش میاره. Among the big brand names in the industry. پاندورا در این باره بیانیه‌ای داد که میگه هدف ما امنیت مشتریه. ما کد رو تغییر دادیم و مسیری رو که در اپلیکیشن آنلاین برای دسترسی غیر مجاز وجود داشت بستیم. کلیدی که در دست مشتریه میتونه هر گونه دسترسی از راه دور و از طریق اپلیکیشن رو خنثا کنه. شرکت دایرکتد که شرکت مادر دزگیرهای کلیفورد و وایپره اعلام کرده حساب‌های مشتریان برای افراد غیر مجاز هم قابل دسترسی بود. علت این نقص بروز رسانی اخیر سیستم ما بود. دایرکتد بر این باوره که اطلاعات مربوط به مشتریان یا حساب‌های کاربریشون بدون اجازه استفاده نشده. هدف ما ارائه محصولات ایمن و مطمئنه. هیچ سیستمی نمیتونه 100% امن باشه. مهندسایی که این سیستم‌ها رو امتحان کردن معتقدند کاستی‌هایی که پیدا کردند باید زنگ خطری باشه برای همه کسانی که پول میگیرند تا ایمنی ما رو حفظ کنند. ما خیلی تعجب کردیم. حقیقتش ایرادایی از این دست زیاد دیدیم، ولی این یکی در یه سطح دیگه بود. این محصول قرار ماشین مشتری رو ایمنتر و مطمئنتر کنه، در حالی که در عمل راننده و ماشینش رو به خطر مینداخت. نگرانی اصلی من ابعاد این ماجراست. میلیون ها ماشین این سیستم رو نصب کردن. ارزش کل ماشینایی که از این سیستما دارن چیزی حدود 200 میلیارد پونده. ایراد از کار تولید کننده ها بوده که چنین اشتباهی کردن و محصولش مشکل امنیتی داشته. ولی مشتری هم میتونه با یه تدبیر ساده احتمال خطر رو کم کنه. توصیه من به کسانی که این سیستما رو دارن اینه که به هیچ وجه پسورد اپلیکیشن موبایل و سیستم های دیگر رو یه چیز نذارین.
برای اینکه هکرها سعی میکنن پسوردتون رو از جاهای دیگه بدزدن و اگه همون پسورد رو برای سیستم دزدگیر ماشینتون هم استفاده کرده باشین، یه روز بلند میشین میبینین ماشینتون نیست. وقتی اسم کوسه رو میشنویم احتمالاً خیلی ها مثل من یاد فیلم هایی مثل آرواره ها میفتند و ترس برشون میداره. حالا کاری به درست و غلط این فیلم ها و اغراقشون ندارم، اما همکارم نیک کویک رفته به سواحل خلیج فارس تا یک کوسه آشغال خار رو ملاقات کنه. دبی، خلیج فارس. سراسر سال هوای گرم و آفتاب سوزن، اما نه اونطوری که انتظار می‌رفت. امان از تغییرات اقلیمی. در این دریای به ظاهر بی خطر موجود عجیبی خفته، شناور عجیب و غریبی در کمین شکار. این ویست شارک، کوسه آشغال خور، شناور هدایت پذیری که در خط ساحلی در گشت و گذار تا زباله های پلاستیکی، جلبک های دریایی و هر آلودگی و آتشغالی رو جمع کنه و الان داره میره به مأموریتش تا هر چه آشغال هست رو قورت بده. در واقع شبیه یک ربات جاروبرقی کار میکنه که هر آشغال شناوری که سر راهش میاد رو میبله. ویست شارک اولین شناور جهانه که برای جمع‌آوری زباله‌های دریایی و ساحلی و داده ساخته شده. 80% زباله‌هایی که در محیط‌های ساحلی و اقیانوس می‌بینین از خشکی میان. برای همین باید برای پایداری و محافظت آب‌ها به روش‌های مختلف رو بیاریم. زباله‌گیر طوری طراحی شده که بتونه تا 16 ساعت روی آب تفریگاه‌های ساحلی و آبراه‌ها بچرخه. بعدش باید باتریش دوباره شارژ بشه. مثل کوسه طراحی شده با دهانه‌ای بزرگ که میتونه حدود 200 لیتر زباله رو یک جا قورت بده. کیسه پلاستیکی زیپدارش تکه‌های کوچک زباله رو داخل دهنش نگه می‌داره تا موقع عقب رفتن بیرون نیاد. سه موتور مستقل جهت و سرعت شناور رو کنترل می‌کنن. این نمونه رو کاپیتانش از روی اسکله و از راه دور هدایت می‌کنه. اما نسخه های دیگه به کمک حسگرهای لیدار میتونن به طور خودکار روی آب کار کنن. اونا به سامانه جلوگیری از برخورد هم مجهزن تا اشیای دور و برشون رو تشخیص بدن و در صورت نیاز مسیرشون رو عوض کنن. دستگاه های بزرگ جذب زباله هم ساخته شدن که خیلی گرونن و راه اندازی و هدایتشون مقرون به صرفه نیست. ضمن اینکه از سوخت های فسیلی استفاده میکنن و نمیتونن به جاهایی برن که دسترسی بهشون سخته. این تنها زباله خوری نیست که آبراها رو تمیز میکنه. در آمریکا دستگاه مستر ترشویل در بالتیمور میتونه حجم زیادی از آشغال رو جمع کنه. تا حالا بیش از 500,000 کیلو آشغال جمع آوری کرده. در شیکاگو هم ترش روبوت یک دستگاه کنترل از راه دور دیگه برای مقابله با آلودگیه. ویست شارک که ساخت شرکت هلندی رن مارینه یکی از راه‌هایی که ایکوکوست برای بهبود آب‌های دبی ازش استفاده می‌کنه. این شرکت برای جلوگیری از انتقال گل و آلاینده‌های باقی مونده از ساخت و ساز به اقیانوس از پرده‌های حبابی استفاده می‌کنه. حباب‌ها مثل یک مانع عمل می‌کنند و جلوی حرکت آلودگی‌های معلق در آب رو می‌گیرند. چیزی که برای ما مهمه اینه که چه راه حلی در آینده میتونه موفق باشه. دستگاه‌های ویست شارکی برای پاک کردن آبراه‌ها خواهیم داشت که خودران خواهند بود و خودشون میتونن خودشون رو شارژ کنن، کیسه هاشون رو خالی کنن و به طور منظم داده ها رو به کاربران منتقل کنن. شهرداری دبی دوتاشون رو به کار گرفته که به زودی کارشون رو در آبراه‌های عمومی شروع میکنند. تلاش ارزشمندیه، ولی با توجه به اینکه سالانه 8 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کنند، یکم سخته که بگیم این دستگاه‌های کوچیک می‌تونن تغییر چندانی به وجود بیارن. اما دست کم فعلا دونه دونه هم که شده کمک می‌کنن سیارمون رو کمی تمیز کنیم. این هفته در عالم کهکشان اولین پیاده‌روی زنان فضانورد در فضا به دلیل نبود لباس فضانوردی با اندازه مناسب لغو شد.
اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های فناوری در برابر انتشار محتویات بدون اجازه کپی رایت مسئول خواهند بود. گوگل هم هیئتی را تعیین کرد که کارش بررسی اصول اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در فناوری‌های مثل تشخیص چهره و سوگیری الگوریتمی است. استونی امیدوار است با کمک هوش مصنوعی دواهای غذایی زیر 8000 دلار و ربات قاضی بسپارد تا کار انسان‌ها را برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگتر کمی آسان کند. بر اساس قواعد جدیدی در اروپا که تایید موقت اتحادیه اروپا را هم گرفته، از سال 2022 خودروهای جدید با کمک دوربین‌ها و سیستم مسیریاب و با تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها به طور خودکار سرعت ماشین پایین می‌آورند. طراحان این قوانین گفتند انتظار می‌رود جان هزاران نفر به کمک این فناوری نجات پیدا کنند. فرودگاه‌های داخلی در کره برای اولین بار سیستم تشخیص کف دست را در تدابیر ایمنی‌شان به کار گرفتند. فوجیتسو طراح این سیستم گفته که امکان پام سیکیور نسبت به هر آزمایش بایومتریک دیگه دقیق تر است. مسافرانی که از این خدمات استفاده میکنن نیازی به نشان دادن کارت هویت نخواهند داشت. و در آخر پژوهشگران گوگل با استفاده از وقت اضافیشان ربات به نام تاسینگ بات ساختن که با کمک یادگیری عمیق و آزمون و خطا یاد میگیره که چطور اشیا را به بهترین نحو پرتاب کنند. چندی پیش مسابقات شش جانبه راگبی در جریان بود و تیم‌ها دارن خودشون رو برای جام جهانی راگبی هم آماده می‌کنند. همزمان بحث ایمنی این ورزش پربرخورد هم خبرساز شده بود. در گزارش بعدی می‌خوام ابزار رو بهتون نشون بدم که با اطلاعاتی که بهمون میده ایمنی این ورزش رو افزایش میده. چنان با شدت و قدرت به هم می‌کوبن که آدم از تماشاشون هم خرد و خمیر میشه. این تمرینشونه. ولی از شوخی گذشته این برخوردها عواقب منفی داره، هم برای مهاجم هم برای مدافع. ضربه مغزی یکی از مسائل جدی و مهم در ورزش‌های پربرخورده. بعضی ورزشکارا بعد از این جور ضربه‌ها ورزش رو کنار می‌گذارن. حتی پیش میاد که برخوردی منجر به مرگ بشه. ضربه مغزی میتونه بر اثر ضربه مستقیم به سر پیش بیاد یا در نتیجه انتقال ضربه به یه نقطه دیگه بدن. ضربه مغزی نشونه‌های متعدد و متنوعی داره. سردرد، تغییر در بینایی، تار شدن تصویر، حساسیت به نور، حساسیت به صدا، حالت تهوع و درد گردن. مهمه که زود متوجه بشین و تشخیص صحیح انجام بشه و درمان مناسب هم صورت بگیره. تیم اوسپریز در جنوب ویلز یکی از اولین تیم‌هایی که برای گردآوری داده‌هایی که میتونند در مواجهه با این نوع مصدومیت به درد بخورند به فناوری رو آورده. پروتکت یه جور محافظ دندانه که حسگر داره و ضربه‌های وارده به سر رو ثبت می‌کنه. برای هر بازیکن یه محافظ مخصوص ساختیم که دقیقاً روی دندوناش میشینه. یعنی قالب رو دندون پزشک گرفته. وقتی بازیکن ضربه میخوره، محافظ هم با جمجمه تکون میخوره. در نتیجه میشه تکون خوردن جمجمه رو دقیق اندازه گرفت. برای من بازیکن این محافظ با محافظهای قبلی فرقی نداره. یعنی چیز اضافه‌ای حس نمی‌کنیم. مثل محافظهایی که همیشه استفاده می‌کنیم. روی محافظ شتاب سنج و ژیروسکوپ نصب شده که میتونند ضربه وارده به جمجمه رو در حال تمرین یا مسابقه بسنجند. یکی از بزرگترین معضلات در راگبی سندروم ضربه ثانوی است. ضربه‌ای که میتونه مرگبار باشه. این فناوری خطر این سندروم رو کم میکنه. یعنی یک پزشک کنار زمین اطلاعات رو نگاه میکنه و میگه فلان بازیکن باید تعویض بشه. در واقع یک مبنا و معیار اضافی برای تصمیم گیری دارن. ضربه‌ای که محافظ ثبت میکنه مستقیم به تیم پزشکی کنار زمین منتقل میشه و اونها هم تصمیم میگیرن چه کار کنند. محافظ نمیتونه تشخیص بده که ضربه مغزی رخ داده یا نه، ولی تیم پزشکی میتونه از روی داده ها ارزیابی کنه که خطر چقدره. ضمن اینکه در دراز مدت از روی این اطلاعات میشه ارتباط بین ضربه و پیامدش رو بهتر شناخت.
میتونیم ضربه هایی که به هر بازیکن وارد شده رو ببینیم، شکل و اندازشون رو بسنجیم، هم شتاب خطیشون رو، هم شتاب دورانیشون رو، و این اطلاعات برای فهم اثر ترکیبی ضربه مغزی خیلی مهمه. در واقع سعی داریم بفهمیم چه اتفاقی در گذشته افتاده که ممکنه اثرش در آینده معلوم بشه. در حال حاضر و با امکانات فعلی، تشخیص ضربه به سر بازیکن و تصمیم گیری بر مبنای مشاهده است. با این فناوری یک لایه اطلاعات هم اضافه میشه، یعنی داده به کمک مشاهده میاد و در نتیجه با اعتماد به نفس بیشتری میشه تصمیم گرفت. اما آیا این محافظ به اطمینان خاطر خود بازیکن هم کمک میکنه؟ بله، نمیدونم. وقتی یکی با هیکل گنده داره صاف میاد تو شکمت، دیگه فرق نمیکنه این محافظ رو داشته باشی یا نه. ولی خب اگه برخورد شدید داشته باشی، دست کم بعد از برخورد میتونی نگاه کنی ببینی چقدر شدید بوده. متخصص اطلاعات رو میده و در نتیجه کل ماجرا رو بهتر متوجه میشی. بنابراین محافظ جلوی ضربه یا آسیب رو نمیگیره، ولی تصمیم گیری و مداخله بعد از ضربه رو تسریع میکنه. و اینک آخرالزمان، یا بهتر بپرسم چرا بازی‌های آخرالزمان اینقدر مورد توجهه؟ یا یک بیماری وحشتناک همه‌گیر شده، یا زامبی‌ها حمله کردن، یا یک جنگ هسته‌ایه. نمی‌دونم چرا اینقدر مورد علاقه تولید کنندگان بازی‌های کامپیوتری است این موضوع. اما از این دست بازی‌ها اخیراً دیزگان یا روزگار سپری شده رو داریم. شیوع یک بیماری مصری دنیا رو به آشوب می‌کشه. یه ویروس آدم‌ها رو به جنون میرسونه، از اون مدل جنونی که وقتی یه حراج حسابی میشه، ملت از خود بی خود میشن و حمله میکنن برای خرید. داستان چیز تازه‌ای نداره. صنعت بازی‌های کامپیوتری دنبال سرمایه‌گذاری مطمئنه، به همین خاطر پرطرفدارترین بازی‌ها یکی بازی‌های دنباله داره و یکی هم بازی‌های بتل رویال. در نتیجه کار روزگار سپری شده که هیچ کدوم اینا نیست خیلی سخته. اول اینکه دنبال هیچ بازی نیست، و دوم که موضوعش آخرالزمانیه، و الان حداقل یکی دو بازی آخرالزمانی دیگه هم در بازار هست که باید باهاشون رقابت کنه. راستش رو بخواین، بازی‌های آخرالزمانی مثل شلوار پاچه تنگ مد شده. به نظر من بازی کامپیوتری با فیلم سینمایی خیلی فرق نداره. توی بازی هم میرن سراغ ترسی که در عالم واقع هست. مثلا توی فیلم طلوع مردگان، جورج ای رومرو در مورد مصرفگرایی و مراکز خرید حرف میزد. بنابراین فکر میکنم عجیب نیست که پایان دنیا رو از دریچه جنگ هسته‌ای یا درمان سرطان یا اینجور چیزا ببینیم. به نظرم اونهایی که اهل بازی‌های کامپیوتری‌اند، بازی‌های آخرالزمانی رو دوست دارن، چون به عنوان اتفاقی که در دنیای واقعی میتونه بیفته و اینکه چی کار میشه کرد بهش نگاه میکنن. این بازی در صحراهای مرتفع شمال غربی اقیانوس آرام میگذره که تقریبا با هر محیطی که من در بازی کامپیوتری دیدم فرق داره، چه برسه بازی‌های آخرالزمانی. محیط بسیار خشن و شلوغیه و همین محیط این بازی رو از بقیه بازی‌ها متمایز می‌کنه. ضمن اینکه قهرمان بازی موتورسیکلت داره، یعنی چیزی که باید مراقبش باشه، بنزین بزنه، تعمیر کنه، حواسش باشه که خراب نشه، وگرنه با پای پیاده تو این دنیا قطعا زنده نمیمونه. اگر روزگار سپری شده رو با بازی The Last of Us 2 که یک بازی آخرالزمانی دیگه برای پلی‌استیشن قاطی کنین، اصلا عجیب نیست. هر دو بازی در دنیای اتفاق میفتن که بیماری نابودش کرده و از زمین و زمان هیولا میباره. و هر دو بازی با یه داستان جلو میرن، ولی در روزگار سپری شده همه ماجرا در یک جهان باز و عظیم اتفاق میفته. جهانی باز و البته پر از موجودات آدمخوار آلوده که بهشون میگن فریکر یا هیولاها. بازیکن نقش یه موتور سوار به اسم دیکن سنت جان رو بازی میکنه که دنبال جانی هایی میگرده که برای سرشون جایزه تعیین شده. دیکن گذشته سختی داشته، از همسرش جدا شده، همسری که به نظر میرسه در جریان شیوع بیماری مرده، یکم شبیه فیلم 28 روز بعد. برگ برنده این بازی نقش منفی داستانه، یا همون هیولاها. هیولاها موجود زنده. خیلی ها میگن همون زامبیه، اسمش رو عوض کردیم. اینجوری نیست، زامبی نیستن.
Damn it, get back here with that. Shit, that's mine. هیولای تنها یا چند تا هیولا خطرناک نیست. مشکل اینه که این موجودات دوست دارن دست جمعی حرکت کنن. گروه‌های بزرگی که خودشون بهش میگن گله. هیولاها مسیر مهاجرت مشخص دارن. یعنی گله در طول روز میخوابه. توی غار، تونل، قطار خالی. گله در واقع یه شبکه از موجوداته که با هم در ارتباطن. مثل یه اکوسیستم میمونه که شما تماشاشون کنین یا نکنین کار خودشون رو میکنن. گاهی هنر مثل آینه دنیای پیرامون ماست. سعی میکنه نسخه اقراق شده ای از جهان و مشکلات جامعه بشری رو به تصویر بکشه. بعضی وقتها هم آدم دلش میخواد با یه مشت هیولا توی دنیا که واقعی هم نیست بجنگه. به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسات Persian Click و از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار.